ششمین آگاهی با سینما رو از فیلم نهنگ ساخته دارن آرنوفسکی می‌بینید. I need to know that I have done one thing right with my life. Too many of چارلی یه استاد روش تحقیق دانشگاهه که آنلاین تدریس میکنه و اصرار داره به دانشجوهاش بقبولونه که ساختارها جلوی خلاقیت اونها رو نمیگیره و بهشون کمک میکنه. That's how you can effectively communicate your ideas. اما ما به تدریج متوجه میشیم با کاراکتری مواجهیم که خودش قربانی همون چیزیه که داره تدریس میکنه، یعنی ساختارهای قضاوتگر تفکر کلاسیک، ساختارهایی که مواجهه مستقیم انسان با حقیقت رو به رسمیت نمیشناسن و سرکوب میکنن. حالا سوال اینجاست که از چه نظر چارلی قربانی این ساختاره؟ This book made me think about my own life. همونطور که فیلم فریاد میزنه، چارلی نماینده ای از اقلیت هاست به عنوان یک همجنسگرا در میان انبوه دیگر جنسگرایان و به عنوان یک فرد خیلی چاق در میان خیلی انسانهای نرمال. داستان با ما چی کار میکنه؟ چارلی و آلن هر دوشون دچار شرم ویرانگری شدن که ساختار مورد تایید دیکتاتوری اکثریت بهشون تحمیل کرده، شرمی که باعث شده آسیب‌های جبران ناپذیری ببینن. آلن پدر باورمند مذهبی داشت که دختری رو برای پسرش انتخاب کرده بود تا اونو وارد یک پیوند ساختارگرایانه ازدواج کنه. He didn't want to get married. Dad had set it all up. Pushed him into getting married to this girl from the church. چارلی هم از قبل در چنین ساختاری بود، یعنی یک ازدواج نرمال کرده بود و دختری داشت به نام الی. آلن دانشجوی چارلی بود که هر دو متوجه شدن گرایش شدیدی به هم دارن که چارلی ازش به عنوان عشق یاد میکنه. I'm sorry for leaving you. I was in love. و از اون ساختارهای کلاسیک مورد تایید جامعه اکثریت خودشونو جدا میکنن و با هم رابطه میگیرن. اما این باورهای ساختارگرایانه چه در ناخودآگاه خودشون و چه در جامعه بلایی سر اینها میاره که دچار فروپاشی میشن. آلن که با نخوردن و نخوابیدن از بدن خودش انتقام میگیره، چون این بدنی که ریشه چنین شرم و گناه وحشتناکیه. شرم از داشتن بدنی که طبیعت و تمایلش مثل اکثریت نیست و در نهایت هم این بدن رو توی رودخانه معلوم میکنه. Couple weeks later this guy is out jogging on a bike path near the river in Lewiston sees something washed up on shore and that was Alan. و چارلی که دقیقاً برعکس آلن با خوردن از طبیعت بدنش انتقام میگیره. دقیقاً کاری که ناخدایی هب تو رمان موبی دیک میکنه و میره از نهنگ که نمادی از طبیعت انتقام بگیره. با اینکه میدونه توی این مسیر جونش رو از دست میده، اما اتفاقاً میره که با این انتقام بمیره. یعنی دقیقاً کاری که آلن و چارلی میکنن و با بدن خودشون دشمنی میکنن. آنتاگونیست در رمان موبی دیک یک موجود غریزیه که داره روند طبیعی زندگی خودش رو طی میکنه و اصلاً حتی متوجه این نیست که ایهبی وجود داره که یک روز بهش آسیب زده. اما تراژدی اینجاست که ایهب میره برای جنگیدن و انتقام گرفتن از این طبیعت. نهنگ همون طبیعتیه که در خود کاراکتر هم به شکل تراژیکتری وجود داره. آگاهی چارلی در طول فیلم از نقطه A به نقطه B میرسه. در نقطه A ابتدای فیلم چارلی هنوز داره ساختارهای کلاسیک رو به دانشجوهاش تدریس میکنه. And remember, the more you revise these essays, the better. که نشون میده در ناخودآگاه هنوز تفسیر ساختارگرایانه از جهان داره و هنوز متوجه نیست که خودش قربانی این طرحواره جمعیه. You're supposed to analyze the poem. This is just a list of facts. چارلی نمیخواد دخترش به سرنوشت خودش دچار بشه. برای همین تو هفته آخر زندگیش توی این آگاهی غور میکنه. I tried to save him, Liz. اون نتونست آلن رو تو روزهای فروپاشیش نجات بده و حالا میخواد با قربانی کردن خودش دخترش رو نجات بده. I need to know that I have done one thing right with my life. هدفی داره و اون هدف اینه که فقط همین یک کار رو تو زندگیش درست انجام بده. باوری که از یک اندیشه عرفانی میاد
که ما اصلاً اینجاییم که فقط یک کار رو درست انجام بدیم و برای همون یک کار به این دنیا اومدیم و اگر اون یک کار رو درست انجام بدیم یعنی به اون آگاهی که به خاطرش به دنیا اومدیم رسیدیم. چارلی در خودآگاه فکر میکنه این یک کار نجات دادن دخترشه، اما در طول سفر قهرمانیش در قصه متوجه میشه که نجات در نحوه نگرش الی به جهانه. الی که با کنش پسا ساختارگرایانش از پس نجات پسر مبلغ مذهبی که در آستانه قربانی شدن توسط همون سیکل ساختارگرایانه سرکوبگره برمیاد، همون سیکلی که پدرش آلن و ناخدایی هب رو قربانی کرده بود. نجات دادنی که چارلی تمام عمر در پیش بود و هیچ وقت از پسش بر نیومد کاریه که از الی برمیاد. I don't think I believe anyone can save anyone. She saved him. Who? Ellie. She was trying to help him. She just wanted to send him home. الی نماینده نسلیه که نگرش نوعی به حقیقت و جهان داره و از ساختارهای پوسیده گذر کرده. What I don't like about religion is that when people accept Jesus or whatever, they suddenly think that they're better than everyone else. توی این نگرش هر کسی حق داشتن نگاه منحصر به فرد خودش رو داره، حق لذت بردن یا نبردن از یک اثر. You're just like my teachers. You think just because I'm not losing my shit over the poem, it's because I didn't read it. هر کسی حق داره همون طور که هست به رسمیت شناخته بشه، حتی اگر در اقلیت باشه. الی با این نگرش به سر رو نجات میده و همینطور پدرش رو. چارلی رو در نقطه بی سفر قهرمانیش به این آگاهی میرسونه که از دانشجوهاش میخواد دیگه به ساختارها و قواعد اعتنا نکنن و فقط به ندای درونشون گوش کنن. صادقانه، اونچه از لحظه و مواجهه مستقیم ما با واقعیت لحظه به دست میاد حقیقت ماست و اونچه از طریق غیر به ما تحمیل میشه صرفا سرکوب حقیقت در ماست. زمانی که چارلی واقعاً به این آگاهی میرسه، عروج میکنه. چون رسیدنش به این آگاهی همون یک کار درستیه که بهش دست پیدا میکنه. این که آرنوفسکی در پایان فیلم یک کاراکتر همجنسگرا رو به مثال مسیح عروج میده، یعنی معتقده برخلاف تفسیر ساختارگرایانه از دین و عرفان که القا میکرد خداوند این اقلیت‌ها رو دوست نداره و عذابشون میکنه، اتفاقا خدا هم جامعه‌ای که حقوق اقلیت‌ها رو به رسمیت میشناسه و اونها رو قضاوت و سرکوب نمیکنه رو بیشتر دوست داره. خدا به خاطر طبیعتی که خودش خلق کرده کسی رو مجازات نمیکنه و این حرکت آرنوفسکی از تفسیر ساختارگرایانه دین، عرفان و اخلاق به نگاه پسا ساختارگرایانه است.